اینجا فرموده که از تحذیر من الافراط فی الثنا. اشکال حضرت این نبود که در ثناگویی حضرت افراط کرده، اشکال این بود که منافقانه رفتار میکرد. باز این تیتر رو ما نمیپسندیم، چون تیتر گویا نیست. کسی که حضرت میدونست که این دشمنشه، حالا اومده کلی براش تعریف میکنه، میدونه که این قلبش با زبانش چیه؟ دوتاست. بحث افراط در ثنا نیست، بحث نفاقه. و قال علیه السلام لرجل افرط فی الثناء علیه و کان له متهما. این دومیش مهمه. کسی که خیلی از حضرت تعریف میکرد در حالی که اون شخص پیش حضرت متهم بود، میدونست که این دشمنشه، میدونست که در اون نفاق میورزه، دروغ میگه به زبانش، قربون صدقه حضرت میره و تو دلش چیه؟ دشمنی حضرته. گیر کار اینجا بود. گرفتن دوستان مطلب رو؟ اگر مرحوم آقای دشتی همسایه ما بود، مسجد ما هم میامد، خدا رحمتش کنه، با هم رفیق هم بودیم، تازه این دانشگاه قم را افتاده بود، اون وقت خانم ها از آقایون جدا بودن، خانم ها تو این چهار مردون یه جایگاهی برای خودشون داشتن، آقایون هم اون چیز. ما با هم چون خونمون نزدیک هم بود، ماشینی که میامد ما رو برای دانشگاه با هم بودیم، یعنی هر دور با هم سوار میکرد، زمین که شو مسجد با هم میامد و مرد نیکی هم بود و خیلی پرتلاش، خیلی پرکار. خودش مباره نوشتن اون موجم، گاهی شد که من تا شب تا صبح نخوابیدم، حالی بم نشد که نخوابیدم، مشغول کار بودن، دیدم دارن اذان میگن، به ساعت نگاه کردم دیدم چی شده؟ صبح شده. خیلی کار میکرد و خیلی پرکار، چون ما خیلی اسمشو بردیم اینجاها، اون رفاقت و صداقتشون اقتضا میکرد که من یه یادی ازشون کرده باشم، خدا ان شاءالله رحمتشون کنه. حیف شد زود از بین ما رفت، هنوز جای کار زیاد داشت، بالا شد تو نهج البلاغه و داشت خوب کار میکرد. کار به نهج البلاغه هم نبود، راجع به زهرا سلام الله علیها کارهای خیلی خوبی کرده، زحمت های زیادی کشیده، منتها هنوز پخته نشد. اگر مثلا 10 سال 20 سال دیگه میموند و کارهاش خیلی بهتر و اساسی تر میشد. که من ایراد میگیرم برای اینکه مطلب روشن بشه برای شما، وگرنه ایشون رو موشون ارادت داشتن واسه کردم. اینکه من میگم مال 30 و چند سال پیشه، ما 30 و چند سال پیش با هم دانشگاه تدریس میکردیم و با هم رفت آمد میکردیم و هم محله ما هم بود، همون تو محله قمنو مینشست که منم اول تو همون قمنو بودم تا مدتی، که هنوزم مسجد ما همونجاست، این مسجد الان بنده همونجاست، چون هم خونش همونجا بود و خدا رحمتش کنه که حالا از بین ما رفت. خب این پس سیس باید اینجوری میشد که نفاق در اظهار ارادت یا نفاق در گفتار، که حضرت از این ناراحت بود که تو چرا اون درسته. اینجا شون نوشته که افراد در ثنا، ایراد این نبود که شون داره در تعریف حضرت افراط میکنه، اینا در این بکنه داره دروغ میگه، داره منافقانه حرف میزنه. حضرت فرمود انا دون ما تقول و فوق ما فی نفسک، من پایین تر از اون چیزی هستم که تو داری به زبان میگی، این تعریف سمجیده که داری میکنی، دروغ میگی، من از اون پایین ترم، اما از اون که تو دلت بالاترم. تو دلت به من نمره 10 دادی، به زبونت نمره 20 دادی، هیچ کدامش درست نیست. نمره من 18 هست، تو دلت از من 2 نمره کم کردی، نه 5 نمره کم، 8 نمره کم. تو دلت از من 8 نمره کم کردی، تو زبانت چیه؟ 2 نمره اضافه کردی. هیچ کدامش درست نیست. نمره من نه اون چیزی که به زبان میاریه، نه اون چیزی که تو دلته.